با آنزیم روبیسکو، آنزیم روبیسکو ترکیب میشه با عمل کربوکسیلازی، عمل کربوکسیلازی این کربن رو وصل میکنه میشه 6 کربونه 2 فسفات. بعد این نصف میشه، نصف کشو میشه 2 تا اسید 3 کربونه پایدار، 2 تا اسید 3 کربونی پایدار که یه فسفات هست. بعد هر کدوم از این اسیدا میشن قند 3 کربونی تک فسفات، این هم میشه قند 3 کربونی تک فسفات. پس بچه ها چرخه کالدین برای امتحان ترم حتما یاد بگیرید. اول CO2 با یه قند 5 کربونی 2 فسفات به نام ریبولوز 20 فسفات ترکیب میشه با آنزیم روبیسکو میشه 6 کربونه 2 فسفات. بعد این ناپایدار میشکنه میشه 2 تا اسید 3 کربونه 1 فسفات. این اسیدای 3 کربونه 1 فسفات پایدارن، اولین ترکیب چیه؟ پایداره، اولین ترکیب پایداره. هر کدوم از اینا میشن قند 3 کربونه 1 فسفات. چجوری؟ این مهمه، این تیکه مهمه. برای تبدیل این به این یه آتپه مصرف میشه که میشه آدپه، یه ان آدپه هاش هیدروژن بین میده میشه ان آدپه مثبت و فسفات هم آزاد میشه. دوباره میگم برای تبدیل هر اسید 3 کربونه 1 فسفاته به قند 3 کربونه 1 فسفاته چه اتفاقی میفته؟ یه مولکول آتپه مصرف میشه که میده به این فسفات، اول میشه 2 فسفاته، بعد یه فسفاتشو از دست میده، بعد یه فسفاتشو از دست میده. پس برای تبدیل اسید 3 کربونه 1 فسفاته به قند 3 کربونی 1 فسفاته چه اتفاقی میفته؟ یک مولکول آتپه، یه مولکول آتپه مصرف میشه، آدنوزین تریفسفات همراهش هم آب مصرف میشه، میده فسفاتشو به این که میشه آدپه، این میشه 2 فسفاته. ولی بعد یه فسفاتشو از دست میده میشه چی؟ تک فسفاته. و یکم ان آدپه هاش، ان آدپه هاش هیدروژنشو به این میده میشه ان آدپه مثبت که قند درست میشه. بچه ها این CO2 مدام وارد چرخه میشه، مدام روزانه میلیون ها وارد چرخه میشن که یک شیشم اینها از چرخه خارج میشن، یه شیشم شون از چرخه خارج میشن، پنج شیشم شون وارد چرخه میشن، پس بیشتر وارد چرخه میشن. 5 تا قند 3 کربونه با هم ترکیب میشه میشه 15 کربن. اول میشه 5 کربونی تک فسفات، بعد این 5 کربن تک فسفات ها میشن قند 5 کربونی 2 فسفات. چجوری؟ با مصرف آتپه. با مصرف چی؟ آتپه. این یا فسفات بین میده که این تک فسفاتش میشه 2 فسفات که آدپه تولید میشه. این میگن چرخه کالوین. چرخه کالوین رو بچه حتما یاد بگیرید، سال امتحان میاد. یکی بیا رو خط با هم تکرار کنیم. مریم مؤمنی نگران نباشید، میگم دوباره بفهمی. مریم مؤمنی سلام. سلام، خوبی؟ چرخه کالوین بگو اول چی ترکیب میشه؟ اول CO2 با یه قند چند کربونه؟ با قند 5 کربونه 2 فسفاته. میشه 6 کربونه چند فسفاته؟ میشه 6 کربونه 2 فسفاته. این پایداره یا ناپایداره؟ این ناپایداره. با آنزیم روبیسکو، بگو آنزیم چی؟ روبیسکو. با عمل کربوکسیلازی، با عمل چی؟ کربوکسیلازی. بعد این نصف میشه ناپایدار میشکنه میشه 2 تا اسید 3 کربونه 1 فسفاته. 2 تا چی؟
دو تا اسید سه کربونه یه فسفات پایدار. هر اسید سه کربونه یه فسفاته که پایداره به چی تبدیل میشه؟ به قند سه کربونه تک فسفاته. برای تبدیل اسید سه کربونه یه فسفاته به قند سه کربونه تک فسفاته چی مصرف میشه؟ ATP تولید میشه. یکم NADP هاش مصرف میشه، میشه NADP مثبت که این هیدروژن میده، این فسفات میده. البته یه فسفات معدنی کنده میشه، میشه قند. چقدر شد از چرخ خارج میشن؟ یه چقدر شد از چرخ، از این قندا چقدر شد از